بینندگان گرامی با درود و سلام. نشریه بزنس اینسایدر یک مقاله پژوهشی را منتشر کرده و در او گفته است که 400 نفر با سقوط کابل و آمدن طالبان به نام خبرنگار به آلمان برده شده. در بین تقلیه شده ها وابستگان طالبان هم دیده میشن. بزنس اینسایدر با صراحت مسئولان افغان شبکه دویچه ویله آلمان هم متهم کردند. شبکه فارسی دری و پشتوی دویچه ویله را. اگرچه این گزارشات از گذشته وجود داشت زیاد خب یک وضعیتی بود که وضعیت غیرعادی بود، مردم برآمده. حال این را بزنس اینسایدر به شکل یک اقامه نامه مطرح کرده و نویسنده مقاله هم اولریش تیلس که تقریبا 2 روز پیش نشر شده. پیتر لیمبورگ، البته مدیر عامل مدیر کل شبکه دویچه ویله، نسبت به او روزای پرتلاتم در اواخر تابستان 2021 که طالبا کابل گرفتن گفته بود که ما آسمان و زمین جابجا کردیم و تیم ما شبها نخوابیدن تا ما وابستگان خانوادهای روزنامه‌نگاران و خبرنگاران خود منتقل بکنیم به آلمان. آگست 2021 یکی از دراماتیک ترین دوران فعالیت دویچه ویله در این پشتوی آلمان بوده. با تصرف افغانستان اکثریت می ترسیدن که کارمندان وابسته به شبکه دولت فدرال آلمان در افغانستان مورد آزار و اذیت قرار بگیرند، چون خودشان در یک جای، خانوادهشان به این شکل. روزنامه نگاران دویچه ویله هم مسایی به خرج می دادن تا انتقالات بکنن و لیمبورگ مدیر کل شبکه دویچه ویله در او زمان اعلام کرد که هم سردبیران در افغانستان و هم خانوادهشان و بستگان کارمندان افغانستانی دویچه ویله همه باید منتقل شوند به آلمان. خب البته یک تعهد مسئولانه نسبت به کارمندان خود بود و آیا چنین بود؟ مگر بسیاری از افراد در دویچه ویله نسبت به تعهد آقای لیمبورگ نگاهشان متفاوت بود. بزنس اینسایدر با چندین کارمند سابق و فعلی صحبت کرده. اونا از رفتار مدیر خود خصوصا ناراضی بودند. چرا؟ به خاطر از اینکه دویچه ویله بسیاری از مردمی را که واقعا در معرض خطر بودند به حال خود رها کرد. کسای عوضی را و تعداد زیاد انتقال کردن، اتهامی که نه تنها سوی کارمندان و اصطلاح آسیب دیده در افغانستان مطرح شده، بلکه از طرف کارمندان عالی رتبه آلمان هم حالا مطرح شده است. خب چی کار کردن؟ چی کار میکنن حالا؟ دی گفته نشده که چی کار میکنن. برای رفتن به دویچه ویله پرسان کردن و دری و پشتو که چرا این کار کرده؟ ای کی هستن؟ 300 تا 400 نفر شما آوردین؟ کی هستن؟ خب دویچه ویله گفته که ما تایید نمی کنیم، میگه پار ما این کار نکردیم. در پایان سال 2023 دویچه ویله اتهامات را علیه تیم تحریری دری پشتو در آلمان به اصطلاح دریافت کردن علیه خود. مسئولان دویچه ویله با نقض قانون به جای خبرنگاران و اهالی مستحق رسانه، اعضای خانواده، دوستانشان و حتی وابستگان دورتر در فهرست انتقال به آلمان شامل کرده بودند. کسایی که باید تخلیه می شدند اونا ماندن، اینا کسای دیگه را، افراد، بستگان و رفیقای خود بردن. گاهی اوقات بسیار فراتر از ایتا کسایی بوده که از حلقه خانوادگی بیخی هم کسای دیگه بوده غریب که هیچ ربطی به خانواده روزنامه‌نگاری نداشتن. مگر
خانوادهای اصلی مرتبط با اداره دوچویلی در اونجا در معرض خطر ماندند و کسی به آنها توجه نکرد. بسیاری از افراد تخلیه شده کال رفتن به آلمان مطابق گزارش بیزنس اینسایدر اصلا در خطر نبودند. بعد از ای که به افغانستان بعد از ای که به آلمان آمدن یک بار اول رسید که پس رفتن به افغانستان میرن چکر میزنن به وطن خود. پدر شوهر یکی از کارمندان دچولی حتی یک طالب است ایتو گفته. با وجودی پسران طالبان هم به اصطلاح تخلیه شدند. خب این چیزیست که بزنس انسایدر با صراحت مطرح کرده. دویچه ویلی به نوبه خود گفته که یک افترا و تهمت است، حقیقت نداره. خب به هر حال در پایان جنوری شبکه دویچه ویلی در مورد یه ادعاها در اینترنت چیزای گفته بود و که مثلا اتهامات رد کرده بودن، اما تحقیقات بزنس انسایدر نشان میده که در روند تخلیه ناهمانگی ها و زدوبند های وجود داشته است. یک فرد تخلیه شده یک مثال آوردم، یک کسی است که مثلا یک چیز آنلاین کار میکنه در مزار شریف، خب نامش به نام خالد اچ گرفتن، شاید مستعار باشه. تصاویر منتشر شده در شبکه های اجتماعی نشان داد که او یکی از رفیقای مدیر تحریری افغان دوچویلی است. رفیق خود به جای روزنامه‌نگار و خانواده‌اش اونا تخلیه کرد، خواستن به آلمان انتقال دادن، همونطوری که اسناد داخلی وزارت خارجه آلمان در اختیار بزنس انسایدر قرار گرفته. خب اول یک چی میکنن؟ یک گزارش جعلی تهدید برای خالد نام روان میکنن تا که روندش قانونی شود. برای تیم تحریری افغانستان گفتم که نه، این برای تیم تحریری افغانستان کار میکنه، همکار ماست، به نام کارمند محلی سیر انتقال کرد. چرا جانش در خطر است؟ از طرف طالبا با رفت به آلمان، اما همین شخص یک پایش حال در افغانستان است، یک پایش در آلمان. گفتم میشه پس از آمدن رفتن به آلمان بارها به افغانستان رفته. یک سال از سال یک Airbnb را اداره میکنه، یک سیستم آنلاین است برای دعوت، اون جایی که مثلا کرایه میتن مثل یک چیز باره رهنما باره رهنمای معاملات باره که اتاق کرایه و هتل و چیزا بازاریابی میکنن کرایه میتن، کارش هم این است. خب این شخص میگه در کجا تهدید شده که به آلمان برده شده به عوض روزنامه‌نگاران و خانواده های مستحقی ماندن و آره بردن. دویچه ویلی با پرسش بزنس اینسایدر گفته که به ما چی، کار خصوصی خودشان است. دویچه ویلی مسئول ارزیابی وضعیت خطر فعلی افراد نیست که مثلا از افغانستان منتقل شده بعد از او خودشان رفتن به افغانستان، اینطور جوابشان این بوده. مدت کوتاهی بعد از تماس بزنس اینسایدر با دویچه ویلی در مورد این معامله، شخصی که در مزار شریف کار داره و یک آلمان میره و میره و به نام خبرنگاران برده شده، یک دم سایتشان از حالت آنلاین خارج شده. وقتی که اینا بزنس اینسایدر تحقیقات خود شروع کرد او اما سایت خود بیخی آف کرد. خب بزنس اینسایدر می نویسه که خانواده طالبان در منتقل شدن به جای خبرنگاران. تحقیقات بزنس اینسایدر نشان میده که اعضای خانواده همی آدم خالد اچ که میگه، یعنی خارج از به اصطلاح دایره دویچه ویلی بوده. یک کسی را مثلا برادر شوهرش احمد میم نام گرفته و عابد میم پدرشان مردی است که به گفته چند نفر از کارمندان دویچه ویلی یک طالب است. یا را بردن کلش دویچه ویلی را رد کرده، میگه خب ما خبر نداریم، رد کرد. احمد میم در نوامبر 2021 از افغانستان به آلمان برده شد. حال گفته میشه که بعد از او پس رفته به افغانستان.
امور که چیز با تابستان 2022 تصاویری از خود در مزار شریف در فیسبوک منتشر کرد. بعض بزنس اینسایدر گفته که به طور مستقل قابل تایید نیست که چی وقت از عکس از چی وقت بوده. با این حال یکی یه آدم در مقابل یک موتر شیک نشان دادن دیدن که در پس زمینش یک مرد مسلح ریشدار با یک واسکت مطابق به سبک طالبان دیده میشه. بزنس اینسایدر میگه پرسان کردیم، کارشناسای افغانستان گفتن که مردا خب حتمی نیست که طالب باشه، چرا که لباس محلی است قدر چیزا حتمی طالب نیست. برحال میگه احمد یه آدمی که به نام خبرنگار برده شده در آلمان هیچ با کدام خطری مواجه نیست. خب به خاطر از اینکه ای و برادرش با وجود از اینکه کارمند دوچویلی نبودن یا جز خانواده کارمندان نبودن، چرا اینا به آلمان برده شدن؟ یک نفر دو نفر نیست. البته ای در دیگر کشورها هم شده، ما گزارشات دارم، چون یک مقدار اوضاع ناملایم است ما قدر زیاد دنبال قضیه را نمیگیریم، اما چون این بزنس اینسایدر نشر کرده رسما ما این اما سوژیش به سلام اما محتوایش بر شما توضیح میده. بزنس اینسایدر فهرستی از وزارت خارجه آلمان گرفته با اسامی های کسایی که بردن به می نام از افغانستان و دویچویلی. برخی از این آدم ها حتی 20 تا 30 نفر از نفر به نام اعضای خانواده خود بردن و پاسخ هم نمیتن که مثلا از 300 تا 400 نفر که دویچویلی برده لست داده یعنی کارمند ماست، همکار ماست، خانواده مربوط خانواده است. اونا هیچ کدامشون به اکثریت به دویچویلی هیچ ربط ندارن، کسی هم جواب نمیتن. البته 3 سال دوام کرد تا این پژوهش صورت گرفت و انتشار یافته. از قول یک سخنگوی مطبوعاتی نوشتن که دلایل امنیتی برای حفظ حریم خصوصی افرادی که تخلیه شدن از افغانستان به دلایل حفظ حریم خصوصی، دوچویلی نمیتونه هیچ اطلاعاتی را در مورد ای که چه کسایی تخلیه شده و چه رابطه با کارمندان دوچویلی داره ارائه داده. چطور نمیتونه؟ با وزارت خارجه آلمان داده نمیتونه، با خود دوچویلی داده نمیتونه، برای استخبارات آلمان داده نمیتونه، چرا؟ خب البته یک چیز از دیگر هم یک فقدان وضاحت است که باعث نارضایتی شماری از کارمندان افغانستانی دویچویلی شده که خانوادهشان هم میارم تا حال نتونستن از افغانستان بیرون شوند. به جای از او کسایی رفتن که هیچ ربطی ندارن به محیط کار بارونا. دویچویلی گفته که وزارت خارجه مسئول تخلیه است. خود درست، اما دویچویلی فهرست کارمندان را داده بود به وزارت خارجه که اینی آدم ها را شما تخلیه بکنید. این وزارت خارجه آلمان از جاده های کابل خود نفر خودش مستقل مردم تخلیه نکرده، بر اساس لستی که دویچویلی داده بود. خب بالاخره همه چیز روشن است و این یک چیزی بود که این موضوع یک معلوم نیست چی اتفاق هم میفته، یک چیز اتفاق هم نمیفته. آلمان یک کشور است که به همه ضرورت داره. آله خلاصه دولت آلمان ظاهرا تعداد زیادی از افغان ها را با وجودی که خطر خاص تهدیدشان نمیکرد برده تخلیه کرده و بزنس اینسایدر هم بارها از این مسائل خبر داده. مثلا علی نورزینو رئیس دفتر خارجی بنیاد کنراد آدناور در کابل گفته بود که از زمان روی کار آمدن طالب دولت فدرال 30,000 بیش از 30,000 نفر از کارگران محلی و افرادی را که ظاهرا در معرض خطر بودن چی کردن؟ انتقال دادن و ارزیابی ریسکی که
رقم برنامه های دولت فدرال داره یک بحث کلی است. تا قبل از به قدرت رسیدن طالبان حمله به کارمندان دولت، سازمان های غیر دولتی یا کارگران محلی صورت می گرفت. کی می کرد کار؟ طالب می کرد، دولت خانه می کرد. این اگر کارمند دولت هم کشته می شد، از کارمندان سازمان های غیر دولتی هم کشته می شد، خبرنگار کشته می شد، خود طالب می کرد. ای زینو میگه که از زمانی که طالب بالا به قدرت رسیده دیگه دلیلی به این کار نداره، دیگه کار نداره با کسی. یعنی میخواد بگه قضیه تخلیه که میکنن این جانشان در خطر است، چون این نیست. خب البته ای خود می ابراز نظرها باعث نومیدی اهالی محلی و خانوادهایشان میشه. اگر ای طور بود خب چرا افراد صدها نفره که هیچ ربطی به دوچولی نداشتن رفتن؟ ای طور میگن و ممکن است چیزایی که اینا میگن خانوادهاشون رو نه در خطر باشد. در هر حالت تنها خطر جانی هم نیست، خطر روانی است، خطر به اصطلاح اقتصادی است. خلاصه وضعیت ناگوار کارمندان دویچویلی فعلا امو رقم در کابل و در گزارش بزنس اینسایدر به می شکل آمده بود که به شکل تحلیل چه رقم کردم. کلی 300-400 نفر بردن، هیچ معلوم نیست اونا کی هستن. اینه تمام تمرکز به این بود که مسئولان شبکه دری پشتوی دوچولی دست به چنین اقدامی زده بودن. این بود گزارش بزنس اینسایدر.